میگن آب نطلبیده مراده. دست درد نکنه. چی شد؟ زنگ زدی؟ آره، دکتر گفته بچه همین روزا به دنیا میاد. اگه پسر باشه اسمشو میذارم مهدی، و اگه دختر زهرا. تمام دلهوره ها مال بچه اوله، هنوز به دنیا نیومده اسمشو گذاشتیم. آره، اما بعدیاشی که به دنیا اومدن، وقتی میریم براشون شناسنامه بگیریم، یارو میگه آقا میبخشی اسم چی چیه؟ اون وقت تازه میفهمیم براش اصلا اسم نذاشتیم. بالاخره مشخص شد که حرکت میکنیم. آره، امشب معلوم میشه. راستی وضعیت بچه ها چطوره؟ کاملا آماده. فقط من واسه قاسم نگرانم، چون اون از همه کوچیک‌تره. میترسم دووم نیاره. نگران نباش، مشکله، برای اگه شد باش حرف میزنم، میفرستمش بره مرخصی. یه نگرانی دیگه هم هست، نمیدونم هر سه گروه با هم میرسن اون بالا یا نه. به هر حال ما هر وقت بخوایم عملیات رو شروع بکنیم، با این مشکل روبرو هستیم که هر سه گروه با هم میرسیم اون بالا یا نه. و اگه بخوایم اینطوری که تو فکر میکنی فکر کنیم، هیچ وقت نمیتونیم وارد عمل بشیم. اون وقت اون نامردامون بالا میشینن و هر کاری دلشون خواست میکنن. با همین حرفا من نگرانم. به هر جهت حیات و زندگی مردم در گروه این بلندی هست و یه عده باید فدا بشن تا بقیه راحت و آزاد زندگی کنن. سلام فرماد حسین، خسته نباشی. سلام، سلام آقا ابوالفضل، حالتون خوبه؟ خوبه. راستی از پدرت چه خبر؟ منم دل بپسشم، چند وقته مفقود الاثره، باید همین روزها بیاد. اگه اومد بهش بگو بیاد ببینمش. چه؟ حتما. میگم اول پس از وقتی که صبح ورزش میکنی خوب سر حال اومدی یا نه؟ از وقتی من اصلا ورزشکار به دنیا آمدم. عذیتش نکن. مسلم یا کیا؟ جنکان آبا پاشو برو ببین چی کار دارم. احتیاط کن. چیکار میکنی؟ اونا آب خوردنمونو قطع کردن، الان دو روز آب نداریم. آب دهتون از کجا تامین میشد؟ از چشمهای که تو نیمه بلندی هست. بدوین، باید آتیش رو خاموش کنیم. چی بشون؟ از اون بالا میزنن به همه جا مسلح. این نامردها هر جا رو بخوان داغون میکنن. ما باید هر چه زودتر دست به کار بشیم.
دکتر یعنی که تو بچه‌ها ولوله است. از هر نظر خودشون آماده کردن. در اولین فرصت بعد عملیات رو راه بندازیم. قبل از هر عملی باید وضعیت رو با فرماندهی هماهنگ بکنیم. نباید طولش داد. دیگه هیچ کس تو منطقه اهمیت نداره. باید به من از فرماندهی دستور داده بشه. من که نمیتونم سر خود تصمیم بگیرم. تا اون موقع خیلی دیر میشه. دارن از اون بالا همه چیز رو نابود میکنن. میدونم. همین الان کلی آواره رو دستمون گذاشتم. بالاخره ضربه کاری رو بهشون میدم. آبادی سر راه هم اگه قرار نبود قبلن دهشون رو تخلیه کنن. چرا؟ قرار بود ولی قبول نکردن. ماشینا آواره ها رو برسون. باشه. گذشتن دستی مورد آشنایی غریب و بی‌پناه. اگه نامزد تو رو تو این حال ببینه حلقش رو پس میگیره. بپر پایین. باش بپر پایین. تونتا تونتا آموزش داد. آفرین. زوبا. زوتر. یادشین. باید بقیه را پیاده بریم. خودم. سریتر. سریتر. باشه دیگه. باشه دیگه. آفرین. شما جا خوش کردید. بیا پایین. چشم کن. خودتر. هم بیا پایین دیگه. سوار بیمار کنید. دیستان بیمار کنید. یواش. ما قبل از رفتن به طرف بلندی ها باید منطقه رو پاکسازی بکنیم. این گروه های نفوذی موقعیت ما رو گزارش میدن. کیو پاکسازی کنه؟ هر کی مشکوک. آخه به کی مشکوکی؟ راستش نمیدونم. خب اگه نمیدونی پس چی میگی؟ استازه مطمئن باش من زودتر از همه اقدام میکنم. بدون دلیل که نمیشه به مردم بدبین بود. وقتی اونا ما رو تو این لباس میبینن باید احساس امنیت و آرامش کنن، نه اینکه از ما بترسن. چی عباس جان، باز کم آوردی ها؟ نه اتفاقا این دفعه زیاد آوردن. میخوام نامزدمو ببخشم به تو. زیرا من خدا عوضت بده به فکر مجردهایی. آره رفیقی. چرا به پایم پیش؟ ای بجنز نامزدم چقدر خندانه. حسین گفته باید اندازه خودتون باشه، ولی من هر کاریش میکنم اندازه من نمیشه. فکر کنم باید سه چهار تاشو کنار هم بذاریم. هیچ کدوم از بچه‌ها نمیدونن این آدم کارو برای چی درست میکنه. تو خودت میدونی؟ میترسم با این طرز تفکری که حسین داره بالاخره کار دستمون بده. تو اشتباه میکنی. حسین مطمئن ترین آدم گروهمه. اگه فکر کنه بچه‌ها تو دردسر قرار میگیرن، اون زودتر از هر کسی اقدام میکنه. هم با
چند روزه میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ تو با این روحیه و وضعیتی که داری اصلا بهتره تو این عملیات شرکت نکن. ابا کجا میری؟ نگفتی نیاد. خب من دارم میرم که نیام. بابا من اشتباه کردم. من نباید بیام، باید برگردم. دیگه به درد نمیخوره. کجا؟ ثبت کن. من تا وقتی کارایی داشتم باید میموندم. حالا که یه دستم قطع شده باید برم. همیشه همین. بابا حالا من یه چیزی گفتم، نمیدونستم که ناراحت میشی. من که منظور بدی نداشتم. عباس ثبت کن ببین چی میگه. چی شد؟ چشم با پات خوردی زمین میگی آخ چشم؟ آخه شرط پام رفت تو چشم. قندیدی ناکردن. بیا بیا این پوتینا رو تا قنیمتی نبردم بگی بپوش. تا پوتینا رو میگوشی منم برم یه سر صورتی صفا بدم. یه وقت آمپر پامپرت بالا نره بابا. نه بابا نه. خدا کلام مسلم ما موی هر کیو میزنیم تو هم باید بیای بیشتره. راستی ببینم چی شده بودم؟ بابا این عباس مثل بچه ها میمونه، همش قهر میکنه. خب موهاتو چجوری بزنم؟ یه جوری بزن که چند سال راحت بشم. چش یه موی واسه بزنم که کیک کنیم. ما دلی جلد باشه. یه جوری بزن اصلا گرد نیاد. بابا هشت دو بیه، هنگره بیدی دسته بار تو برقی عمل فرد. سلام بابا بابا من سلام بابا جو قربونت بلام سلام علیکم. بیشیم بابا جو بیشیم بابا جو بابا اینطوری نمیتونم سرده بابا بابا اومده بلام بلام اصلا یه باره بگم نمیخوام این دفعه گیر کردی بابا. خب تو اینقدر دلم برای دیگه میشود دلم برای تنگ بابا دندون ندارن توتیان برسن. عجب حرفی میزنیم اگه با دندونات را میری. بابا پام را میرم بابا. چاسبی به درد آورد روزگار دگر آزفارا نماند قرار تیبی شار چکا کرده این ساخت اون محکم ساخته. وقتی من نتونم چیزی با دندونام بخورم با بابا میمیتونم را برم بابا جون. دیگه اومدم دنبال دون ببرم با خودم. آخه من دیگه کاری ازم ساخته نیست. هیچ جوری از پتی کارا بر نمیام. زمین شخ میخواد، بدر میخواد، آب میخواد، مواظبت لازم دارد. مرد زمین میخوادم بلن ساخته نیست دیگه. نمیدونی که من دندو اصلا یه دونه تو دهنم پیدا نمیشه. تو فکر این چیه؟ من نمیتونم بیام بابا. فکری منی بدبختا بکن که دیگه ساخته نیست. یکی از اون دندونم ندارم. من نمیتونم بیام بابا. چطور نمیتونین بیاین؟ یعنی شما نمیتونین بیاین؟ این همه آدم اینجاست. یعنی شما یه نفر بیاین اینجا کم بهش میاد؟ پاشون خودتون رو جمع کنین منو فریب ندین. من شما رو میشناسم. بابا حساب این حرفا نیست. چی شده؟ خوف فردون داشته؟ من چند سال اینجا سرم از چیزایی پر شده که به این سادگی ها خالی نمیشه. تازه شما که حسین میشناسید. اینا چیه شما میگی؟ پایتون رو بذارین جای من. اگه جای من بودی شما حسین تنهاش میذاشتی؟ منم جای شما بودم همین فکر را میکردم. ولی شما باز این فکر را بکنی که منم دستی تنها هم دیگه دندون ندارم. راستی اینو ننت برات فرستاده تو قربونش برم ایشالله. بچه را نصف بیشتر از این نداشت بابا. چقدر ماچ میکنی این فصلی میگم اول فصل بابا دلم برای فرمانده حسین یه ذره شده. دلم میخواد یه نظر از نزدیک نگاهشون بکنم. ممکنه؟ بریم ببینیم. کجا هستن؟ همین دوره برا میخوام ببینم. خیلی دلم دنگه. شما بابا ماشالله خیلی چاق کردید. بدون ساخته این برای چی میخورید نونا رو؟ هدف از عملیات الماس بنفش تصرف بلندی های 704. این بلندی ها تا وقتی در دست دشمنه مردم آواره و بیچارن. با تصرف این بلندی ها باید مردم منطقه رو نجات داد تا به خونه هاشون برگردن و زندگی رو دوباره شروع کنن. برادر شفیعی عملیات رو توضیح میدن. برای تصرف این بلندی ها از سه گروه استفاده میکنیم. گروه حسین، علیرضا و مجید. اول از همه حسین حرکت میکنه. یک ساعت بعد علیرضا و بعدم مجید. چون گروهک ها تو رودخونه و منطقه الماس بنفش کمین کردن و به هیچ وجه به چشم نمیان. واسه همین هر سه گروه باید از این دو تا کمین رد شده و با هم به اون بالا برسن. حتی اگه یک گروه هم موفق نشه باید عملیاتو متوقف کرد، چون دشمن از همون جایی که گروه موفق به تصرفش نشده بقیه رو زیر آتیش میگیره. بازم میگم این مسئله مهمیه. در طول عملیات هر سه گروه باید دائم با مرکز فرماندهی در تماس باشن. هیچ کس هم به هیچ نحوی حق نداره برنامه‌ها رو تغییر بده. همه حرفایی که شما میزنین صحیحه، ولی این بحثا و تحلیلا مال اینجاست، توی این اتاق.
در حالی که وقتی تو عملیات قرار بگیریم اصلا این قبیل حرفا مطرح نیست. باید دید کدوم راه بهترین راهه. ولی معمولا این تغییر برنامه ها خسارت داشته. برادر شفیع، شما طوری صحبت میکنین مثل اینکه تغییر برنامه های حسین در عملیات ها باعث خسارت شده. من اینو نمیگم. من میگم هر کاری رو باید تحت نظر مرکز فرماندهی و با مشورت اونا انجام داد. در این چند سال جنگ حسین از بهترین فرماندهان من بوده و من اطمینان دارم به هر صورتی که هست اون بلندی ها رو میگیره. موفق باشید. توصیه میکنم بهتره در قضاوت کمی منصف باشید. سلام. خسته نباشی. قربانت. چی شد؟ به نتیجه رسیدی؟ بعد از کلی توضیح و تحلیل قرار شد فردا بعد از ظهر حرکت کنیم. این پوتینایی کیه؟ این دفعه دیگه کی سر کاره؟ اینا مالی یکی از بچه هاست. آوردم تا بیاد دنبالش. تو سجده خوابش برده بود. کی بود؟ وقتی اومد گفت پوتینامو گم کردم میبینیش. حسین؟ دیشب حلقه تو جا گذاشتی. من همیشه عکس دوتا بچه هم علی و زهرا رو فراموش میکنم، تو هم حلقه عروسی تو. تو فکر میکنی به اون بالا برسیم؟ از اونجا بالا رفتن کاری نداره. خب حالا فرضاً اون بالا هم رفتیم، فکر میکنی بتونیم اونجا بمونیم؟ خود منم تو همین فکرم. اون بالا که رسیدیم میتونیم اونجا بمونیم یا نه؟ نمیدونم، شایدم نتونیم. مهمتر این که اون بالا که رسیدیم چی کار میخواییم بکنیم. بچه ها میگن به اون قله که برسیم حتما دشمن رو تارمار میکنیم و پیروز میشیم. آدم به قله که میرسه احساس قدرت میکنه، ولی باید این احساس رو از بین ببره. سلام. سلام قسم. سلام فرمانده. عملی آقا. رسی
با قاسم حرف زدی که بره مرخصی؟ حقیقتش من قدرتشو ندارم. آبن باسلم فعلا باید بگذره. آبن باسلم بله چی؟ باسلم سلام. سلام. میخواستم یه قضیه رو بهت بگم ولی روم نمیشه. چه قضیه رو؟ میخواستم بهت بگم خب که چی؟ آخه میدونی چیزی نیست، میخواستم بهت بگم که روم نمیشه. آخه چی چی رو روت نمیشه؟ قضیه تاید و صابون. مگه تاید و صابون چی شده؟ آخه یه خود تاید و صابون کم آوردم مسلم جان. تو ماشاءالله از بس ورزش میکنی همه چی کم میاری. خیلی خوب برو بگو بهت بدن دیگه. خیلی ممنون. خلاف اول فرز نگاه کن مثل که دکمت افتاده. با مسلم جان کار داری؟ با شما کار دارم. عجب کلکی هستی ها. چیه او رو پس کم بردی؟ مثل این که دکمت افتاده. خدایا به امید تو. راستی حسین این پوتینا رو کسی نیومد دنبالشون؟ فکر نکنم خودش رو لو بده. آخرش به ما نگفتی کی بود؟ وقتی یارو خودش نخواسته کسی بفهمه پس چرا من لوش بدم؟ Sayyidara
کار نشینین صورت گوش سیاه بگی بگی صورتت سیاه کن بیا بگی صورتت سیاه کن بیا ماستر بگی صورت سیاه کن راستی ماستر ما برای چی صورتمونو داریم سیاه میکنیم خب واسه که دشمن نتونه ما رو ببینه من که ماشاءالله ماشاءالله با این هیکل هر کاری بکنم دیده میشه خاطر چش نزنی نه ماشاءالله ببین ماشاءالله بگی صورتت سیاه کن سیاه بیا تا بگی خوبه؟ آره خوبه خوبه بیا جلو خودت سیاه کن صورت تو بگی سیاه سیاه کن سیاه کن دیگه
و عباس بگو الان وقت شکرت میشن. خوشمزه است نه؟ مسئول روحی اومد. تو چقدر میخوری بابا؟ یکم دیگه هم بده من. برو بالا. مشغول شو. بپرس ببین پیغام چیه. باش. علی قاسم. علی قاسم. مسلم. علی. باشه بیا ببینم چه کار داشته. هیچی، میخواستم یه سوالی ازت بکنم. چی؟ ما از قبل نمیدونستیم که این عملیات شرایط خیلی سختی داره. مگه به توافق نرسیدیم که قاسم نگه؟ پس چی شد که عقیدت عوض شد؟ بعدم به این نتیجه رسیدم که اون شرایطشو داره. حالا چطوری؟ اونو شدی ازم نپرس. علی قاسم. علی قاسم. دیواره تو چکا کردی؟ بعدم به یکی از بچه ها به جاش خورما گرفتم. از نظر شکم و چرا میزنی؟ آقا خورما مرای تو خوب نه. بچه خودت میخوری؟ من خوبه، اینه دکتر گفته، ولی برای تو بده. بعد نگفته، ولی یک کلا به چرخونی دیگه. آی زلمت عباس Thank you.
تکان بخوری گلو تو بولی تو عبدالله منو حاج حسین فرستاده. چرا زودتر نگفتی؟ نزدیک بود خرخرتو بزنم. حالا کجا هستن؟ تو موقعیت چهار گفت داریم میریم به طرف بلندی ها. الان در نقطه دال هستیم. حاج حسین میگه از قرقی و توتیش خبر. کجا پرواز میکنن؟ به خودشون بگید. منتظرم. زودتر ما رو در جریان بذارید. به این تدارکات بگو که نوشیدنی بده به من. ببین چی میگه؟ الان میگم مراش بیارم. تدارکات خونک باشه. یه نوشابه خونک. حاج حسین، چی شد؟ بده من. حاج حسین، بده من. سریتر بچه ها، سریتر. من فکر کنم در مورد عبدالله داری بی‌احتیاطی میکنی. عبدالله آدم مطمئنیه. اون سالها آواره بوده، زن و بچهش هم توی همین جنگ از دست داده. حالا ماموریتش فقط اینه که در منطقه الماس بنفش با ما باشه و بهمون کمک کنه. از اونجا هم که رد شدیم اون حتما میره، چون اینجا امکان کمین هست. تو تمام این کوها دشمن کمین کرده. اون میاد که اگه خطری پیش اومد ما رو راهنمایی کنه. خیالت راحت شد؟ مسلم، به دره که رسیدیم حواستو کاملا جمع کن. خیلی خوب، باشه. نردبون زدم، باید از اون بریم بالا و میونبر بزن. باشه، حتما. عبدالله، شما برو بالا هوای بچه ها رو داشته باش. باشه، حتما. عجله نکنید، پایین رو نگاه نکنید. مسلم، اسلحت به دست، حالت آماده باش. چشمه تند. آرام، آرام. چه؟ رفتی تو خوده ناراحت رفتن بالا یاره؟ بابا، من این کوها رو درسته قور کشیدم. باریکلا. از اینجا که رد بشیم دیگه رفته. بله، اینجا خطرناک تا این قسمت این اطرافه. گروه اکان واسه همین در این نقطه جمع شدن، چون در اینجا سر راه بسیجی ها کمین میزنن. گاهی یکیشون میتونه در یک نقطه از اینجا یک گورهان رو از پا در بیاره. والله حسن آقا، همین یه چشمه ای که من میبینم، این نردبون و این دره خودش خیلی مرد میخواد. به قول معروف گاو نر میخواد و مرد کهن.
خدا کنه زودتر از اینجا رد بشه، که به امید خدا حتماً رد میشه. واسه همین اینجا نردمون زده شده که بتونیم میوبار بزنیم. زود باش دلاور، این تیروارم است که برای تو کوچیکه. آره باز به من یه تانگ میداده. آره برو جون. حسین جون ها، من نمیفهمم حسین میخواد چیکار کنه. باز چی شده؟ این قضیه کاک عبدالله رو میگم، به خود حسینم گفتم ولی گوش نمیده. از اینجا که رد بشیم مسئله جدی میشه. این توشه حسین پیش میره خطرناکه. ما نباید کاک عبدالله رو دنبال خودمون میاوردیم. فرضاً اگه به رفقاش خبر داده باشه کافیه همین نردبونو خراب کنن. اون وقت دو گروه دیگه که میرن از جای دیگه بگذرن تو چله میفتن. فکر نکنم حسین اینقدر بیگدار با آب بزنه. مسئله حسین نیست که بیگدار با آب بزنه یا نزنه، مسئله کاک عبدالله است که از برنامه ما خبر داره. ببین عباس جون، حتی اگه منم که معاون حسین هستم مثل تو فکر میکردم، باز حسین اونچه رو که صلاح میدونه اسمی کرد. من به حسین که نمیتونم بگم ولی به تو میگم، کافیه به رفقاش گفته باشه اونا بعد از رفتن ما این نردبون خراب کنن. حسین از در رم گذشته، گروه دو اینجان، گروه سه اینجا و گروه یک در منطقه الماس بنفش. گروه دو توی رودخونه با گروه ها درگیر شده که از قبلم پیش بینی می شد. مسئله گروه یکه، اگه حسین بتونه از کمین هایی که در منطقه الماس بنفش هست رد بشه دیگه رفته به طرف بلندی ها. اگه شرایط وخیمه عملیات متوقف کنیم؟ نه، وضعیت گروه دو و سه که هنوز مشخص نیست. تازه ما از حالا باید به فکر نیروهای پشتیبانی باشیم. باسم زودتر تماس بگیر، بگو ما از منطقه الماس و نفت در حال خارج شدیم. من میرم جلو. از وضعیت دو گروه دیگه گزارش بگیر. بیای. بچه ها اینجا باشه، من میرم دنبالش. حسین پوتینه مال کی بود؟ مال قاسم. Thank you.
از اینجا به بعد دیگه خطری نیست. خودتانم میتونیم بریم. منم میرم. میرم تو ده خودم. تو همیشه کمک خوبی بودی کاکم. این حرف نزن. خدا نگهدارت. امید دیدار. چی شد؟ رفت؟ بهت که گفتم اون اینجا ماموریتش تموم میشه. از اینجاها دل نمیکنه. مسلم بچه ها خستن، اون بالا یه کمی استراحت میکنیم بعد را باشد. یاری می‌دونستم پوتین آماده خواسته بود. من فکر کردم خودش که نخواسته لو بره، من چرا رازشو بگم؟ بعدم به تو گفتم من قدرتشو ندارم بهش بگم با من نیاد. میدونی میخواستم بفرستمش مرخصی، ولی با اون نمازش از این حرفا گذشته بود. هوا که تاریک شد به محض اینکه یک جای امن دیدیم اتراق میکنیم. میخوام با بچه ها صحبت کنم. باشین هرکس زودتا زودتا باشین عباس. بالاخره به ما نگفتی اسم نام زده چی بود؟ اسمش؟ دنیا. دنیا؟ چه روزگاری شده. نقل کت خدای ده ما که یه ماشین داشت و ده تا راننده. ده تا راننده؟ آره. یکی میشست پشتش و نوتای دیگه هم حالش میداد. چه ربطی به اسم نامزده من داشت؟ ای بابا بابا داشت دیگه. خب حاضر باشیم بریم. آبا باز آمده؟ قام یفتیم. حالا من یا بابا نه تو ماشین دارم ما هیچی را من دارم. مجید مجید هاشم مجید مجید هاشم جواب بده به گوشم. مجید مجید هاشم جواب بده به گوشم. مجید مجید هاشم جواب بده به گوشم. حاج آقا حاج آقا چرا جواب نمیدی؟ مجید مجید جواب بده. مجید مجید هاشم جواب بده. جواب بده. گروه سه تو رودخونه درگیر شده. باید مقاومت کنن و از رودخونه رد بشن. میگه غیر ممکنه. فرضاً اگه رد بشیم دیگه نیرویی نمونده. به هر صورتی که هست باید ادامه بدن. گروه یک الان نزدیک قله هاست. بهشون بگو هر چه زودتر کبوترها مهاجرت کنن بالا. آسین گروه یک چی شد؟ تماس میگیریم حاج آقا. نزدیک نیم ساعته ولی جواب نمیدن. به هر صورتی که هست باید باهاشون تماس گرفت. ما مرتب داریم تماس میگیریم حاج آقا ولی اونا جواب نمیدن. قاسم قاسم به گوشم جواب بده. پیغام فوریه. گروه دو نتونست از دره رد بشه. گروه سه تو رودخونه گیر کرده. گروه یک هم تو منطقه الماس بنفش گم شده. گروه یک گم شده؟ بله گم شده. بیا اینم از گروه حسین که بهترین و منظم ترین گروه بود. چرا یه یس میخونی؟ فکر کن ببین چی کار میتونیم بکنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ با این وضعیت پشتبون خونمون هم نمیتونیم فتح کنیم. چه برسه به اون بلندی ها؟ برادر شفیع، در فرهنگ ما تنها فتح به گرفتن یا نگرفتن جایی نیست.
بلکه به ابراز عقیده هم میگن. در این منطقه که میبینی آب و بروی مردم بستن، اونا را از خونه هاشون آواره کردن، یه عده بیگناه را هم کشتن، بچه هاشون از گرسنگی مردن. اینا یعنی ظلم. ما در برابر ظلم ایستادیم. اگه همه ما هم کشته بشیم همین فتح ماست. کاری که حسین کرد. من نمیتونم برگردم. من به اونا قول دادم که تا آخر باهاشون باشم. اگه اونا برن و همه کشته بشن، من نمیتونم در مقابل خدای خودم هیچ جوابی بدم. برای شما به هیچ کس قولی ندادین و هیچ تعهدی هم به عهدتون نیست. بله، در مورد شما ها، چون قاسم شهید شده و بی سیم هم نداریم، رابطمون با قرارگاه قطعه. به همین دلایل شما ها میتونین برگردین. ولی قول شما قول همه ماست. در واقع شما به خاطر ماها بود که تعهد دادین و حالا ما نمیتونیم تنهاتون بذاریم. مسلم راست میگه. اگه کسی هم بگه تعهدی نداره خودشو گول میزنه. سختی و مشکلات این را مانه همه است، نه مانه یه نفر یا یه عده خاص. هر کس هم پی عافیت طلبی باشه و به هر بهانه ای از زیر بار مسئولیت در بره، خیانتکاره. ما رابطمون با بقیه قطعه. شاید ما بریم اونا نیان. شاید ما بریم و اونا نیان. و شاید هم اونا برسن رو قله و ما نرسیم. اون وقت میدونی همشون قتل عام میشن. من که باهات میام. منم باهات میام. تو برو مواظب حسین باش.
پدرش دنیا رو واسه ما گذاشتی و رفتی. ابوالفضل پاشو وگرنه هممونو قتل عام میکنن. پاشو شد. اینا کجا؟ نمیدونم حاج آقا، هیچ خبری ازشون نیست. الان باید از میدون مینم رد شده باشم. اگه برم اون باره خواهده هست. من از اول گفتم حسین سر خود عمل میکنه. کجای اون بودی چی کار میکردی؟ یه تماس میگرفتم. اگه بیسیمتون رو گم کرده بودین اون وقت چی کار میکردی؟ هیچی، سر خود عمل نمیکردم. خب سر خود عمل نمیکردی، چی کار میکردی؟ برمیگشتم. در وضعی که اطلاع از دو گروه دیگه نداشتی و پیش خودت فکر میکردی اونا میرن و اون بالا روی بلندی ها زیر آتش قرار میگیرن و همشون قتل عام میشن، بازم برمیگشتی؟ ها؟ الان که وقتی این حرفا نیست، اونا دارن میجنگن، ما اینجا جر رو بحث میکنیم. میتونیم نیروهای کمکی رو هلیبارد کنیم. پس منتر چی هستیم؟ اوناش برمش. ماشینا رو بزن که فرار نکنن. ماشینا برین جلو، شما هم تو چر نذارید فرار کنن. برین جلو. Thank you.
سیگار رو خاموش کن. بچه ها برین جلو، برین جلو. گروه دو و سه رو تقویت کنید. باید یک گروه هم تشکیل بشه برای تقویت تپه اصلی. ولی رو تپه اصلی که گروه یک هستن. بله، ولی ممکنه تا ما میریم نباشن. پس من میرم خلبانای دیگر رو میارم تا قبل از رفتن توجیهشون کنم. عجله کنید، وقت نداریم. مسلم بیا ببینم بیسیمشون رو پیدا کردی؟ بالاخره پیداش کردم. رو قله‌های دیگه خبری نیست، محاصره شدید. زودتر قرارگاهو بگیر ببین جریان چیه. زخم میارم میبریم تو اون برج بالا، اونجا امن‌تره. به بچه‌هام بگو همه جا رو پاکسازی کنن. بنداز پایین اون پرچمو، بنداز پایین، پایین. حسین سلام. قبول با چیه استراحت میکنی؟ داشتم فکر میکردم امروز روز آخره که با دنیا. چقدرم خوشگل دنیا. آره دنیا، نامزد عباس بود، بعد نامزد منش. دلم برای عباس تنگ شد. درست، منم همینطور. خوب دیگه دنیا. حسین، برو کنار. نامرد. ابوالفضل پاشو ببینم، پاشو ببینم. ابوالفضل یه چیزی بگو. ابوالفضل آخه چرا؟ ابوالفضل چرا این کارو کردی؟ خسته نباشین، اجرتون با خدا. ببینم مسلم، گیر افتادیم. صبر میکنیم. ولی ما، ولی ما چی؟ هیچی. آبو جیره بندی کنین. مجروها بیشتر از هر چیزی به آب احتیاج دارن. آتکشون شروع شد. بچه ها رو جمع کنیم میریم جلو. یلا یلا سود باش. بیا 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 این جلو. شما این جلو داشت. قله اصلی محدوده‌ای به این وسعت آزاد شده.
ما میتونیم اولا از اون برای هلیبورد بچه‌ها به سمت دو قله جلویی و فتح اونا استفاده کنیم و دوما کمک به بچه‌های حسین برسونیم. بگوشم مسلم، بگو مسلم. بله بگو، بگوشم جواب بده. بله صداتو میشنوم. بگو. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خاطرتشون رو عقب زدن. خدا رو شکر. بلندتر صدات نمیرسه. قد شو. علی، علی مسلم. مسلم هستم. صدای منو میشنوی؟ علی، علی مسلم. علی، علی مسلم هستم. صدای منو میشنوی؟ پس این نیروهای کمکی چی شد؟ شیمیایی زدن، شیمیایی زدن. بالاخره بلندی ها رو گرفتیم. ما به قولی که دادیم عمل کردیم. حالا نوبت اونهاییه که میانیم بالا. بازم بچه های من باشن. جانان بود
به دریای خطر در موج خون در کام گردان شنو هست فهمه یه توفان گذشتی زمرز خاکیان تا بی کرمان تا قلده نور به پای متو ایمان گذاشتی زدیغ امان